بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا غير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. چند فصل یا چند مقام از این آیه مبارکه استفاده می شود. بحث اول و فصل اول این بود که ذات اقدس اله نهی کرد، فرمود آلهه و معبودهای بت‌پرست‌ها را بد نگویی، زیرا اونها هم به خدای شما بد می گویند. جناب فخر رازی بعد از این که شأن نزول این آیه را همونطوری که مرحوم امیرالاسلام نقل می کند نقل کرده است و بیان کرد به این که برابر این شأن نزول عده خواستن استفاده کنند که خداوند فرمود شما با آلهه بت‌پرست ها بد نگویید، دشنام ندهید اونها را، برای اینکه اونها هم خدای شما را دشنام میدهند. چند اشکال میکند. اشکال اول این است که سوره مبارکه انعام دفعتن واحدتن نازل شد، نمیشود برای بعضی از آیات شأن نزول خاص ذکر کرد، چون این سوره یک جا نازل شد. این طور نبود که در یه حادثه ای آیه انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم را عده‌ای بخوانند، برابر اون آیه مشرکین مؤمنین را تهدید کرده باشند که اگر شما آلهه ما را حسب جهنم و سنگریزه جهنم میدانید، ما هم به اله شما و الله شما بد میگوییم، تا این آیه نازل شده باشد. اشکال دوم این است که الله را بت‌پرست ها قبول دارند، تقدیس و تکریم میکنند و آلهه خود را عبادت میکنند برای اینکه این آلهه شفعای عند الله باشند یا لیقربونا الی الله زلفا باشند. اگر الله را به عنوان خالق السماوات والارض قبول دارند و اگر بت‌ها را شفعای الی الله میدانند و اگر بت‌ها را مقرب بت‌پرست ها به الله میدانند، دیگه محال است الله را بد بگویند. تعبیر استحاله دارد جناب فخر رازی. روی این جهات احتمالاتی میدهد که اون احتمالات بتواند محمل این آیه کریمه باشد. یکی از احتمالات این است که منظور از این که فرمود لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا و غیر علم، منظور سب بت‌پرست ها نباشد، بلکه سب که بت‌پرست ها الله را سب کنند، بلکه سب ملحده باشد، ملاحده و منکرین مبدع، اونایی که مبدع را قبول ندارند و مادی محضن که میگن ما یهلکنا الا الدهر نموت و بینه یا ما این هی لا حیاتون الدنیا ما یهلکنا الا الدهر مانند آن، اونها ممکن الله را بد بگویند. بنابراین شما بت‌ها را بد نگویید، برای اینکه مبادا مادیین و ملحدین و منکرین محض الله را بد بگویند. این سخن جناب فخر رازی ناصواب است، برای اینکه اگر کسی، اگر مؤمنین آلهه بت‌پرستان را بد بگویند، خب چطور ملاحده الله را بد میگویند؟ این چه تناسبی است بین مقدم و تالی، بین جزا و شر؟ اونا که به هیچی معتقد نیستن، نه به الله معتقدن نه به آلهه. ظاهر آیه این است که فیسبو، این ضمیر یسبو هم ضمیر هم به اون ضمیری که در یدعونه با اون ضمیر یک بیگ مرجع برمیگردن. لا تسبو الذین، یعنی اون اصنام و اوثانی که یدعونه، این بت پرستا اونها را. اگر شما به اصنام و اوثان بد گفتید، اصنامی که یدعون این بت‌پرست ها اونها را میخوانند، فیسبو همین بت‌پرست ها الله را. و سخن از ملاحده نیست، سخن از مادیگی نیست. کفار یعنی مشرکین البته به چیزی معتقدند، اما ملحدین نه. یه معنایی در باره دهر آمده است که لا تسب و دهر فین الدهر و والله، اما اونجا دیگه ندارد که شما اگر به دهر بد گفتید دهری هم به الله شما بد میگوید.
کمونیستا بالاخره یک شخصی را تکریم میکنن، یه لنین را، یه استالین را، یک مارکس را، یه انگلس را و مانند اون را. دیگه سخن از الله که نیست، سخن از آلهه که نیست، به اینجا هم سخن از سب رهبران که نیست، سب معبودان مطرح است. پس این توجیه جناب فخرازی ناتمام است، چون که اون استبعاد اولشون هم ناتمام. ایشون گفتن به این که چون سوره مبارکه انعام دفعتا واحدتا نازل شده است، نمیشود برای بعضی از آیات او شأن نزول ذکر کرد. این سخن هم ناسواب است، برای این که این سوره مبارکه انعام یک جا نازل شد، خیلی از سور آیاتش مربوط مثلا مسائل کلی است، بعضی از آیاتش هم ناظر به جریانهای خاصی است که اتفاق می افتد. اونگاه در شرایط نزول جریانهای خاصی که اتفاق افتاد، در اون شرایط یک سوره کلی و جامع نازل شد که بعضی از مطالبش مربوط به اون جریان خاص است، می شود شأن نزول، بعضش هم عام است. سوره اگر دفعتا واحدتا نازل بشود منافاتی ندارد که برای بعضی از آیات شأن نزول ذکر کرد، منتها سندی باید برای شأن نزول بازگو کرد. او ممکنه بعد بگوید اما آخه تناسب صدر و ساق محفوظ نیست. صدرش این است که شما بت‌ها را بد نگویید. چرا؟ برای اینکه اگه بت‌های بت‌پرست را بد گفتید، خود بت‌پرست ها الله را بد میگن. اومد نمیشه از گفت که شما بت‌ها را بد نگویید، برای اینکه یک مارکسیست به الله شما بد میگن. آخه این شرط با اون جزا تناسبی ندارد که. نه، اون الذین اول خصوص بت هاست، این در کل لا تسبوا الذین، منظور از این الذین بت هاست، این در کل لا تسبوا الذین یدعون، یعنی این بت پرستا اون الذین را، یعنی اون بت ها را. اونگاه فیسبوا همین بت پرستا الله را، و ایشون میخوان ضمیر هم که در یسبوا است برگردانند به ملاحده. و این اتحاد شرط و جزا و مقدم و تابع هماهنگ نیست. خب آیه را نمیگوید، آیه نمیخواهد بگوید به این که شما بت پرستا را بد نگویید. آیه میگوید که الذین یدعونه، یعنی چیزهایی را که بت پرستا اونها را میخوانند و معبود میدانند. مطلب بعدی آن است که جناب فخر رازی احتمال دادن که فیسب الله عدوان به غیر علم، منظور سب الله نباشد، منظور سب رسول الله باشد. یعنی شما بت‌های بت‌پرست‌ها را بد نگویید، وگرنه بت‌پرست‌ها به پیغمبر شما اهانت می‌کنند. این سخن بعید نیست، در روایات ما هم هست، در تفسیر شریف برهان هم هست، اما این به عنوان بیان مرحله نازل است، به عنوان تطبیق مرحله نازل است، نه تفسیر مفهومی. برای اینکه تفسیر مفهومی باید با خود آیه هماهنگ باشد. ظاهر آیه این است که لا تسبوا الذین، یعنی اون بت‌ها و اصنام و اوثانی که یدعون مشرکین، اون اصنام و اوثان را، و فیسبوا همین مشرکین الله شما را، یعنی شما اگر به معبودهای اونها بد گفتید، اونم به معبود شما بد میگن. اونگاه از اون جهت که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلیفه الله است، انسان کامل است، آیه عظمای حق است، سب او هم به منزله سب الله خواهد بود البته. اما آیه منحصر در این نمی کند. در بعض از روایات ما که آمده است از باب جری و تطبیق است، نه عنوان تفسیر مفهومی، که فیسب الله عدوان به غیر علم، یعنی فیسب رسول الله، این چنین نیست. مطلب دیگران است که همین جناب فخر رازی استشهاد کردن به آیه سوره مبارکه احزاب. در سوره احزاب دارد که ان الذین یؤذون الله و رسوله، که منظور از ایزا در اونجا ایزای رسول است، برای اینکه الله را که نمیشود آزار کرد. آیه 57 سوره مبارک احزاب این است که ان الذين يؤذون الله ورسوله
لعنهم الله فی الدنیا و الاخره و اعد لهم عذابا مهینا، که منظور از ایذا در اونجا فقط ایذای رسول است، برای اینکه الله را که نمیشه ایذا کرد. البته ذات اقدس اله قابل ایذا نیست، اما مسئله ایذا در مقابل مسئله مسرور کردن، اینا از اوصاف فعلیه خداست. گاهی انسان کاری انجام میدهد که خدا از آدم راضی میشود، گاهی کاری انجام میدهد که خدا از انسان ناراضی است و سخطی دارد. رضا و سخط الهی وصف فعل اوست و از مقام فعل او انتظار میشود. و اگر منظور از ایذای خدا ایذای رسول خدا باشد که تکرار فایده ندارد، ان الذين يؤذون الله ورسوله، وقتی انسان حکم خدا را زیر پا گذاشت خدا را ناراضی کرد، حکم خدا را امتثال کرد خدا را راضی کرد، رضی الله عنهم و رضوا عنه، وقتی پیغمبر را اهانت کرد اوامر ولایی و حکومتی او را اطاعت کرد پیغمبر رو خوشحال کرد، او از این راضی است. اوامر ولایی و حکومتیش رو اطاعت نکرد، او رو رنجون. یه وقت هست که حکم را امتثال میکند، هم خدا راضی است هم پیغمبر. یه وقت حکم را معصیت میکند، هم خدا ناراضی است هم پیغمبر. یه وقت به شخص پیغمبر اهانت میکند، که اینجا پیغمبر ناراضی است اولا به ذات اقدس اله هم سخط میکند ثانیا. بنابراین رضا و سخط خدا صفت فعل خداست و از مقام فعل انتظار می شود. و اون آیه 57 سوره مبارکه احزاب هم تکرار نیست، ایذای خدا به ایذای رسول خدا قابل جمع هست در یک جا، چون که قابل تفریق هم هست، یعنی نه اینکه یک جا خدا ناراضی باشد پیغمبر راضی باشد، نه دو امر هست منتها متحدن، نه اینکه یک امر باشد. اونجا که شخص معصیت کرده از حکم خدا را زیر پا گذاشت، هم خدا ناراضی است هم پیغمبر. یه وقت هست که حکم خدا را زیر پا نمی گذارد، پیغمبر را می رنجاند، این ایذای پیغمبر است. مسئله بعدی آن است که این که فرمود لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم، یه راه حلی است که فخر رازی از اون استحاله به در آید، چون فخر رازی میگه محال است، مستحیل است که بت پرست خدا را سب بکند. برای اینکه از استیحاش او کم بشود، بعضی از مفسرین اینچنین گفتند، گفتند به اینکه اگر مؤمنین آلهه بت پرست ها را سب کنند، بت پرست ها معبود مؤمنین را سب میکنند، ولی معبود مؤمنین اون نیست که مشرکین او را قبول دارن. مشرکین الله را قبول دارن که وساطت بت‌ها را میپذیرد، مشرکین الله را قبول دارن که شفاعت اصنام و اوثان را میپذیرد، مشرکین الله را قبول دارن که رسولی از بشر نمیفرستد. بنابراین اون اللهی که مشرکین قبول دارن غیر از اللهی است که مؤمنین قبول دارن. در حقیقت این مغایرت به اسماء و صفات برمیگردد. مشابه این تعبیر در اون مناظره وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه در پایان کتاب شریف توحید مرحوم صدوق هست که با اون علمای بزرگ مسیحیت مناظره میکرد و همچنین با علما یهودیت. اونجا وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه فرمود من به موسی و عیسی معتقدم که اونها مبشران پیغمبر باشن. اون عیسایی که پیغمبر ما را قبول نداشته باشد، بشارت نداشته باشد، من به اون نسبت به کافرم. اون موسایی که چنین بشارتی نداده باشد و زمین را فراهم نکرده باشد، من نسبت به مؤمن نیستم. خب این طرح در حقیقت گرچه برمیگردد به اختلاف در اسماء و صفات، ولی نتیجهش آن است که بالاخره مشرکین معبود مؤمنین را سب میکنند، نه چیزی که مورد اعتقاد خودشون باشد تا فخر رازی بگوید این که محاله. البته این هم یه وجهی است که فی الجمله بد نیست. بله، اما موافق با آیات دیگر است. اونا میگن ما انزل الله علی بشر من شی، تو افترا بستی، اصل خالقیت را قبول دارن،
اما مگر می شود یک کسی بشر باشد با خدا رابطه داشته باشد؟ ما انزل الله علی بشر من شی. و میگن تو افترا بستی و دروغ است، تو هم متنبی هستی در حقیقت. خب الله رو قبول دارن، اما اللهی که پیغمبر از جنس بشر داشته باشد قبول ندارن. بسیار خب، حالا یه وقتی مؤمن میگوید الله آن است که پیغمبری از جنس بشر داشته باشد، این حرف صحیح مؤمنین است. اما استحاله‌ای که جناب فخر رازی میگوید محال است که مشرکین الله را بد بگویند، از اون استحاله کاهش مییابد. برای اینکه اینا اختلاف در وصف دارن، اختلاف در اسم دارن. چطور وجود مبارکه امام رضا سلام الله علیه طبق نقل مرحوم صدوق در اون مناظره با جاثلیق فبود من عیسایی که پیغمبر من قبول نداشته باشد من استاد بو کافرم، من اون عیسا و موسی را قبول دارم که مبشران پیغمبر خاتم باشند. معلوم شد گاهی اختلاف اسم به اختلاف ذات سرایت می کند. این توجیه بدی نیست که یک مقداری از اون استبعاد بکاهد. بنابراین ظاهر آیه این است که اگر کسی آلهه بت‌پرستا را بد بگوید، بت‌پرستا الله را بد می گوید. اگر کسی بگوید الله که مورد باور اونهاست، در اینکه لئن سألت من خلق السماوات والارض لیقولن الله، چطور الله را بد می گویند؟ جوابش این است که انسانی که به لجاجت افتاده است با مقدسات خودش هم بد میگوید. یک احتمال. احتمالش آن است که بین معبود مؤمنین با اون اللهی که مورد اعتراف وثنیین است از نظر اسم و وصف فرق است. از اون جهت اینها ممکنه سبب داشته باشن به مانند اون. مسئله بعدی آن است که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که یک از معاصی کبیره را اون حضرت دشنام پدر و مادر دانست، که فرمود دشنام شخص نسبت به پدر و مادر از معاصی کبیره است. یک کسی پدر و مادرش رو فحش بگه. از پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال کردن مگر میشه انسان پدر و مادر خودش هم فحش بگه؟ فرمود آری، برای اینکه یا بلاواسطه یا معلواسطه. اگه بلاواسطه کم است، معلواسطهش زیاده. یک کسی پدر کسی را سب میکند، او هم برمیگردد پدر این را سب میکند. در حقیقت این شخص اولی چون واسطه سب به پدر شد، خودش سب به پدر است. کسی مادر دیگر را فحش میدهد، اون دیگری برمیگردد با مادر این بد میگوید. پس این اولی که واسطه و سبب سب به مادر است، اون در حقیقت مادر خود را دشنام داد. خب طبق این روایتی که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است، در تطبیق معنای سب والدین گاهی معلوم می شود که انسان با دست خود مقدسات خود را اهانت می کند. این گفتن تقی دین هست، این گفتن هر مصلوب الحریه باید رأی اکثری را مراعات کند، برای همین است. خب اگر کسی خدای ناکرده در یه جایی به مقدسات کسانی که در بخش اقلیت دینی قرار دارند بد بگوید، یا اقلیت مذهبی قرار بدن بد بگوید، خب اونم برمیگردن مقدسات این را بد میگوید. این است که بهترین راه حفظ لسان است و جایی که آثار سو بر او مترتب باشد منهی است گفتن اینها محرم است. البته در جایی که اثر سو نباشد دیگه تقیان در کار نیست. خب اینا اشاره بحث بود در فصل اول و مقام اول که همون لا تسب الذین یدعون من دون الله، بعد فمود فیسب الله عدوان به غیر علم که تتبه مقام اول یا خودش مقام ثانی بود. اما در مقام ثالث بحث که فرمود به کذالک زینا لکل امت عملهم، این معلوم شد که اختصاصی بین موحد و مشرک ندارد، بلکه در اقلیت دینی هست، در اقلیت مذهبی هست و در داخله فرقه امامیه که چندین شعبه و گروه هستند، در داخله امامیه هست، از اون پایین تر در داخله شیعه هم هست تا برسد به شیعه اثناعشری که فرقه ناجی هست. بنابراین اگر شیعه دیگر را بد بگوید، بالاتر از اونا امامی دیگر را بد بگوید، یعنی مقدسات امامی دیگر را حد کند و از مسئله امامی گذشته امامی غیر امامی را بد بگوید، همه اینها مشمول این نهی آیه کریمه. برای اینکه وقتی
سب بت جایز نباشد که بت پرستی اکبر کبایر است، سب مادونش هم به طریق اولا جایز نیست. اگر از مادون بود ترقی مافوق دشوار بود، اما چون از مافوق میخوام تنزل بکنیم آسان است. وقتی خدا میگوید به سنگ پرست بد نگو، برای اینکه الله را بد میگوید، خب اگر یک کسی پیش دیگری مقدس بود منزه بود، خب نباید انسان اهانت کند، چون اونها هم برمیگن اهانت میکنند. اونها هم همچین است، در جایی که انسان محضوری ندارد میخواند، در جایی که محضور دارد خب نمیخواند. مسئله بعدی جریان این کذاله که زینا لکل امت عملهم است. در بحث مبسوط دیروز به عرضتون رسید، این که ذات اقدس اعلام فرماد ما عمل هر کسی را برای اونها مزین کردیم، این شامل اعمال صالحان و طالحان خواهد بود. اما چگونه خدا اعمال سیئه طالحان را مزین می کند با اینکه خدا از اینها منزه است؟ اونجا اشاره شد به اینکه در نظام تکوین ذات اقدس اله همگان را با فطرت آگاه آفرید، یعنی هیچ کس را جاهل خلق نکرد، یعنی عالم به فجور و تقوا بر اساس فعلهمها فجورها و تقواها آفرید. البته علوم حوزوی و دانشگاهی بشری را کم و بیش باید یاد بگیرد. اون را فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، اما اون که در سعادت به شقاوت بشر نقش دارد، فرمود اون را به عنوان سرمایه اصلی علم ما به بشر دادیم. فعلهمها فجورها و تقواها. این راجب علم، راجب بینش، راجب گرایش و خواستن هم بر اساس آیه 7 سوره حجرات، فرمود حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، چون که آیه سوره مبارکه روم آیه 30 سوره روم اون هم به عنوان فطرت همتا و برابر همین را تایید میکند که فطرت انسان نه تنها دین شناس است، دین خواهم هست، خطوط کلی دین. البته پس در نظام تکوین بر اساس لا تبدیل خلق الله، ذات اقدس اله هرگز زشتی را زیبا جلوه نداد. در نظام تشریع هم که فرمود ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى، بعدم فرمود ان الله لا یأمر بالسوء والفحشاء، هم عدل و احسان را اثبات کرد هم سوء و فحشاء را نفی کرد. در سوره مبارکه اسراء بعد شمارش چندین معصیت از معاصی کبیره فرمود کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها، اگر سیئات عند الله مکروه است، هرگز ذات اقدس اله چیز زشتی را زیبا جلوه نمیدهد. و در بخشای فراوان قرآن این سیئات را که پیش تبهکاران زیبا جلوه می کند، این را به شیطان اسناد داد که فرمود زین لهم الشیطان و اعمالا، بعد این را باز کرد فرمود به اینکه شیطان اولا یه دشمن خوناشام آشتیناپذیر است. به واقع مسئله جهاد اکبر که بسیار سخت است و خیلی دشوار است انسان از شر او نجات پیدا کند و غیر از معصومین یا اوحدی از تاریان تل معصوم اونا شاید بتوانن نجات پیدا کنند، بقیه به رحمت الهی بهش میروند نه به عدل الهی، برای اینکه انسان با یه دشمن نابرابری روبرو است. هیچ دشمنی هم به اندازه شیطان دشمنی ندارد، یعنی هیچ انسان، هیچ موجود خشمگین درنده مثل اونی. درباره پلنگ که در بین این وحشی ها میگن از همه این درنده ها درنده تر است در غضب، میگن اون حالت تنمر، تنمر اون حالت پلنگی است. میگن فقط پلنگ است که گاهی در شدت غضب و عصبانیت قطعه قطعه به تکه تکه میشود، وگرنه هیچ درنده دیگر اینطور نیست. این حالت تکه تکه شدن از شدت غضب را ذات اقدس اله وصف جهنم قرار داد که همون جهنم وقتی جهنمی ها و کفار را از دور میبیند تکاد و تمیز و من الغیظ، مثل که میخواد تکه تکه بشود. این حالت تنمر برای پلنگ هست. و اما بالاخره پلنگ به اندازه محدود خود میدرد بس، هیچ صدامی، هیچ هیتلری، هیچ درنده دیگری مثل شیطان نیست. برای اینکه
طبق بیان نورانی است امیر سلام الله علیه، این 6000 سال خدا را در بین فرشته عبادت کرد، 6000 سنه. و معلوم نیست البته برای توده انسان ها، گرچه برای خود حضرت روشن است، لا یدرا من سن دنیا ام من سن الاخره، معلوم نیست این 6000 سال از 6000 سال آخرت است که هر روزی مثلا 1000 سال است یا هر روزی 50000 سال است، یا نه 6000 سال از سالهای دنیا که هر روزش یعنی شبان روزش 24 ساعت است و 365 روز هم داره. ولی بالاخره کسی 6000 سال عبادت بکند، اونم در جمع فرشته ها، او خدا را قبول دارد، جهنم را قبول دارد، بهشت را قبول دارد، همه چیز را قبول دارد. یه موجودی که محصول 6000 ساله خود را عالمن آمدن به آتش بکشد شما سراغ نداریم. اگر هیتلر و صدام و امثال ذالک دست به تنمر میزنن، اینا چه جهنم رو معتقد نیستن؟ لذا با هستی هم بازی میکنن. یه موجودی که به جهنم معتقد باشد، به جریان جهنم را خیلی بهتر از دیگران بداند و محصول 6000 سالی خود را یک جا به آتش بکشد و گرفتار عذاب ابد بشود، غیر از شیطان ما سراغ نداریم. و یه همچه آدمی و همچه موجودی دشمن ماست و سخت بسته، خیلی کم است که انسان از کمند او بیرون بیاید. اگر از کمند او کسی بیرون آمد، به رحمت الله بود نه به عدل الله، چه این که اگر کسی غالب انسان ها به بهشت می روند، به فضل الله است نه به عدل الله. خب چه این موجودی در کمین آدم است؟ این موجود مهمترین کاری که می کند، اول در مجاری ادراکی نقش دارد، مجاری ادراکی، چون انسان اگر بخواد معصیت کند اول باید چیزی رو صحیح تشخیص بدهد، بعد اینکه صحیح تشخیص داد شروع به کار بکند. او اول در مجاری ادراکی افراد دخالت میکند که از راه اندیشه بگیرد، و لعزینن لهم فی الارض، من کاری میکنم زشت را زیبا، زیبا را زشت، ولو امنینهم ولو ازینن لهم فی الارض، من تمنیات در اینها ایجاد میکنم، تزیین میکنم در مجاری فکری اینها. خب شما حالا کار به اولین و آخرین نداشته باشید، الان که بیش از 5 میلیارد بشر روی زمین زندگی میکنن، در بین اینها حکما، علما، عرفا، بزرگان فراوانن، افراد عادی هم که فراوانن. این برای همه ابزار ساخت، برای همه دام ساخت، فیلسوف را، حکیم را، فقیه را، عارف را، به استثناء مخلصین که دستش به اونا نمیرسد، برای همه دام ساخت. او ناچار است تو بحثای فلسفی ابزار داشته باشد، تو بحثای فقهی ابزار داشته باشد، تو بحثای عرفانی ابزار داشته باشد، تو بحثای کلامی ابزار داشته باشد، همون طوری که برای نداف و علاف ابزار دارد. این اگر بخواهد بفریبد، کارش تصرف در مجاری فکری امنینهم است، ازینن لهم فی الارض است، اقوینهم هست، لعزلنهم هست. این که مستقیما در راه عمل دخالت نمی کند که، او با مجاری فکری انسان رو می گیرد. لذا ذات اقدس اله هشدار داد، تمود ولقد ازل منکم جبلن کثیرا، خیلی ها را او گمراه کرده است، ازل. بنابراین او همه چیز بلده، اون 6000 سال عبادتش، اینم تجارب سالیان متمادیش. یه همچه دشمنی با ما روبروست و این دشمن در برابر ذات اقدس اله مثل کلب معلم است. این چی نیست که در برابر خدا تصمیم بگیرد، کاری را خدا بخواهد او نخواهد یا بالعکس، این چنین نیست. این کلب معلم خداست، این کلب معلم با همه ابزار آشناست و مسلح است. ذات اقدس اله این کلب معلم را اقرا می کند برای کسانی که چندین بار خدا به اونها مهلت داد، اونها بر نگشتند. سهرها داد زد، هل من مستغفرن، هل من تائبین، کسی نیامد. روز و شب داد زدن،
کسی نیامد. اونگاه چنین شیطانی را با چنین ابزار و سلاحی مسلط می کند بر افراد تا در مجاری فکری اونا اثر کند. لذا همین مطلب را که در سوره مبارکه مؤمنون در بحثی دیروز گذشت خدا فرمود کل حزب به ما لدیهم فرحون، خب این مبدا قابلی است. کی مفرح است؟ کی خواسته این حزب را پیش اعضای این حزب زیبا جلوه میدهد؟ فمو زجن لهم الشیطان و اعمالهم. وقت ما سوال میکنیم شیطان از کجا این قدرت پیدا کرده است؟ میبینیم در سوره فصلت فرمود قیزنا لهم قرنا افزینو لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. فرمود ما این قرین سو را بر او مسلط کردیم. در سوره مبارکه حامی فصلت آیه 25 این است و قیزنا لهم قرنا، در نهان و نهاد او یه همسایه بد و همسفری بدی هست. در درون پایگاه فکری او محمود رو به جای موضوع، موضوع رو به جای محمود، این میشه مغالطه. او کار انجام میداد مغالطه به واسه شیطان دیگه. وهم از ابزار کار شیطان است. شما حالا بخواد استدلال کنی، اگر موضوع عوض بشود، محمود عوض بشود، حد از فساد عوض بشود یا تکرار نشود، میشه مغالطه دیگه. خب کی باید اینها رو ردیف بچیند؟ اینا که جزئی است، عقل که در جزئیات دخالت ندارد. این خیال و این وهم و این مجاری درک مادون باید همه اینا امین باشن. جزئیات را هر کدام را که عقل دستور داد، این قوای مادون جزئیات را امینانه در جای خود قرار بدن، موضوع در جای خود، محمول در جای خود، حد وسط در جای خود، تا مغالطه پدید نیاید. شیطان اگر نتواند در حریم عقل راه پیدا کند، در محدوده وهم و خیال راه دارد. گاهی موضوع را عوض میکند، محمول را عوض میکند، حد وسط عوض میکند، میشه مغالطه. مغالطه کار شیطان است. خب این در مجاری فکری دخالت میکند. وقتی انسان چیزی را بدی را خوب فهمید یا خوبی را بد فهمید، به دنبال شاه میفتد دیگه. فمود قیزنا لهم قرناء فزینوا لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. اونگاه انسان یحسبون انهم یحسنون صنعا. و چون شیطان کلب معلم است و این کار را بدون اذن ذات اقدس اله نمی کند، درباره همه هم نمی کند، درباره خیلی ها حق ندارد. ذات اقدس اله درباره خیلی از تبهکاران مهلت میدهد تا توبه کنند. اگر مهلت به نصابش گذشت، به این شخص برنگشت، اونگاه فرمود قیزنا لهم قرنا فزینوا لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. اونگاه همون طوری که کار فرشته ها را خدا به خود اسناد میدهد، کار شیاطین را که کل معلمان به خودش اسناد میدهد، چون این کیفر است. این کیفر است و عدل، این که ظلم نیست، این که اقوای ابتدایی نیست. اقوای ابتدایی محال است، چون فرمود هدن للناس، ما همگان را هدایت کردیم. هرگز بدعن خدا هیچ کسی را گمراه نمی کند. بنابراین این انتقام است، این اذلال کیفری است. و اذلال کیفری چیز خوبی است و به ذات اقدس اله اسناد دارد. لذا فرمود کذالک زینا لکل امت عملهم. بعد از این مرحله میفرماد به این که این زینت اونهاست، وگرنه زینت ما نیست، زینت انسان نیست. در بخش‌های قبلی هم به عرضتون رسید که ذات اقدس اله اگر زینتی را برای آسمان یا زمین، برای زمین یا آسمان، هر چه قرار داد، به انسان هشدار داد که اون چه بیرون از جان شما، چه در زمین چه در آسمان، زینت شما نیست. اگر ستاره ها سمود، اینا زینت انسان نیستن. اینا زینن سماع دنیا به زینت کواکب، نفهمون زینن انسان داد. و اگر جریان باغ و راغ است، که این هم زینت عرض است نه زینت انسان، سمود به این که اینا جعلنا ما عرض زینتن لحال نبلوکم نزیلتن لکم. حالا یک کسی باغی داشت، بوستانی داشت، مزرعه و مرتعی داشت، اون بخش از زمین سرسبز و خرم است، این زمین است که مزین شده، نه صاحب باغ.
فمود و نال جاعلنا ما علیها صعیدا جرزا. یه روز هم اینها سعید جرز می شود، یه روزی هم انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، روزی می رسد که از الکواکب انتثرت، هم اون زینت و سما انتصار را در پی دارد، هم این زینت الارض انا لجاعلنا ما علیها صعیدا جرزا را در بر دارد. تنها زینتی که برای ابد میماند همون آیه 7 سوره مبارکه حجرات است که فرمود حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، این را به خودش اسناد میدهد. اما اینجا که فرمود زینا لکل امه عملهم، که با ضمیر متکلم مع الغیر میآورد که معلوم میشود در اینجا با اعوان و انصار کار میکند، ناظر به آن است که اون حسنات را هم دل واسطه هم مال واسطه ذات اقدس اله به عنوان زیور روح جلوه میدهد، سیئات را مال واسطه به وسیله شیطان به عنوان کیفر جلوه میدهد. این هم بحث فصل مربوط به کذالک زینا لکل امتین عملها. اما در بخش پایانی که فصل چهارم است، همون سم الى ربهم مرجعهم فینبئهم بما کانوا یعملون، این هشدار است به این که یه قیامتی هست که اینها رجوع میکنن در قیامت به الله، اونجا هم حساب کتابی هست. اینا به جای این که بگوین انا لله و انا الیه راجعون، از بابت از تبدنون لذی هو عدنا بلذی هو خیر و نهبتو فی الارض، میگن رب ارجعونه، رب ارجعونه. خب به ما گفتن اگر مصیبتی به شما رسید بگید انا لله و انا الیه راجعون، او چون اهل تذکر نیست میگه رب ارجعونه، رب ارجعونه، فرق نمی کنه. یه وقتی حادثه تلخی پیش می آید، خب الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، دیگری تماشاگر این حادثه تلخ است، نه عبرتگیر. او همتنون هم میگوید رب ارجعونه، رب ارجعونه، لازم نیست حال احتضار برسد که این رب ارجعونه شعار تبهکار است، اون انا الیه راجعون شعار صالحان است. هر مصیبتی که برسد مؤمن میگوید انا الله و انا الیه راجعون، این طلب رجوع الالله دارد. اون که اهل آخرت نیست همیشه سخنش این است رب ارجعونه، رب ارجعونه، هی بخواد به دنیا برگردد. این الیه مرجعکم یعنی مقصد و هدف نهایی شما اونجاست، اونجا هم ذات اقدس اله شما را با خبر میکند. یکی از بهترین و مهمترین دلیل برای مسئله معاد این است که بالاخره در دنیا روشن نخواهد شد حق با کی. حالا نه تنها جنگ 72 ملت در بین حکیمان و متکلمان است، در بین عارفان هم هست. این چنین نیست که جنگ 72 ملت در بین اهل نظر باشد به بین اهل بصر نباشد، هست، فقط بین انبیا اختلاف نیست. بالاخره یه صحنه باید باشد که معلوم بشود حق با کدوم مکتب است یا نه. در دنیا که ممکن نیست. ذات اقدس اله یکی از براهینی که برای ضرورت معاد اقامه میکنند میفهمد به این که بشر یه نشعه رو در پیش دارد که حق برای او روشن میشود، و اون نشعه نشعه شهود است. با نشعه علم حصولی تا انسان هست اختلاف فکری هست. لذا میفهمد که چون خدا حق است و میخواهد به اختلاف ها خاتمه بدهد، معاد را اقامه میکند. در بخش از آیات قرآن کریم برهان ظهور حق را دلیل بر حقانیت معاد می آورد. اینجا می فهمد به این که بازگشت همه شما به طرف ذات اقدس اله است. اونجا هم معلوم می شود کدام یکی از این مذاهب حق بود. دیگر کل حزبین به ما لده هم فرهون نیست. دیگر کدزینا لکل امتن عمله هم نیست. هم معلوم می شود که کدام مکتب حق است، و هم معلوم می شود پاداش حق چیست و کیفر باطل چیست. الحمدلله رب العالمين.